بسم الله الرحمن الرحیم آموزش احکام نیت روزه قسمت دوم اگه کسی بخواد روزه بگیره باید نوع اونو بدونه مثلا روزه مستحبیه یا نذر و یا روزه قضایی البته در مورد ماه مبارک رمضان واضح روزه به نیت روزه واجب ماه مبارک رمضان گرفته میشه حتی لازم نیست کسی توی نیتش مشخص کنه که مثلا امروز روز اول ماه یا روز دوم ماه اگه مشخص هم کرده باشه و بعد بفهمه که اشتباه مشخص کرده باز روزش درسته حتی اگه اصلا ندونه که وارد ماه مبارک رمضان شدیم و یا فراموش کرده و به یه نیت دیگه روزه گرفته روزه اون به عنوان روزه ماه رمضان به حساب میاد ولی اگر فراموش کرده یا نمیدونسته که ماه رمضانه به خاطر همین روزه نگرفته و بعد از ظهر متوجه ماه رمضان بشه و یا قبل از ظهر در حالی که افتار کرده متوجه بشه باید به احترام ماه رمضان تا وقت افتار مبتلات روزه رو انجام نده و بعدا روزه رو قضا کنه اما در مورد کسی که در ماه رمضان عمدن نیت روزه غیر ماه رمضان داشته باشه و میدونسته که در ماه رمضان روزه غیر ماه رمضان صحیح نیست کلا به هر نیتی روزه گرفته روزش باطله حتی روزه اون روز ماه رمضان رو هم باید قضا کنه همه این موضوعات به خاطر اینه که نیت یکی از واجبات روزه است و باید در طول روز ادامه پیدا کنه برای همین اگر کسی احیانا در روزه های واجب معین مثل ماه مبارک رمضان مردد بشه که روزه رو ادامه بده یا نه روزش باطله حتی اگه تصمیم بگیره که دیگه روزه نباشه یا نیت کنه کاری رو که روزه رو باطل میکنه انجام بده مثلا تصمیم بگیره تو استخر زیر آب بره حتی اگر زیر آب هم نره باز روزش باطله مگر اینکه توجه نداشته باشه که این عمل روزش رو باطل میکنه اگر این اتفاق در روزه های واجب غیر معین مثل روزه قضا رخ بده اگر هنوز مبتلات روزه انجام نشده میشه تا قبل از ظهر مجددا نیت کرد و روزه رو ادامه داد در روزه مستحبی هم فرصت نیت مجدد تا قبل از غروب آفتاب وجود داره طبیعتاً به شرط اینکه روزه افتار نشده باشه مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله العظمى مکارم شیرازی